سلام دوستای گلم، امیدوارم که خوب باشید. به یکی دیگه از ویدیوهای لایف استایل خوش اومدید. توی این ویدیو یکی از کارهایی که در واقع با ماده DMSO شما میتونید انجام بدید رو میخوام بهتون نشون بدم و با تو شیر کنم که تجربه خود من بوده، انجام دادم و ازش نتیجه گرفتم و گفتم که بیام با شما هم شیر بکنم. برای اون دسته از دوستانی که نمیدونن DMSO چیه، خواهش میکنم ویدیوهای DMSO رو که تو قسمت توضیحات این ویدیو لینکش رو گذاشتم رو برید ببینید و بفهمید که این ماده معجزه آسا چی هستش و چجوری شما میتونید تو لایف استایل روزانتون از این ماده استفاده بکنید. بریم سر اصل مطلب. این سلوشنی که من آماده کردم، محلولی که من آماده کردم، مخصوص درد جوینت، مفاصل و ماهیچه و درد در واقع بیشتر هستش و این میتونه تاثیر خیلی خوبی داشته باشه برای اون کسایی که به این شکل هستن. همسر من از درد بکپین، یعنی درد کمر داشت به خاطر ورزشایی که توی جیم کرده بود خیلی سالها پیش و این درد شروع شده بود و خیلی کارهای مختلف کردیم، دکتر، اسکن، فیزیوتراپی، خیلی خیلی چیزا، ولی خب یه ذره کم میشد ولی بازم برمیگشت. تا اینکه وقتی که من با DMSO آشنا شدم گفتم که بیا و امتحان کنیم برای این ببینیم که به چه شکل جواب میده و نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. فوق‌العاده این درد کم شده و گفتم که اینو با شما هم شیر بکنم. سعی داریم سر اصل مطلب. موادی که برای درست کردن این محلول شما نیاز دارین 3 ماده هستش. Of course DMSO 99.9% خالص، گرید فارما و آب مقطر و روغن اسنشیال مقدس کندور. روغن مقدس کندور با روغن معمولی اسنشیال اویل کندور فرق میکنه. از چه نظر؟ از نظر قیمتی، چون روغن مقدس خیلی خیلی قوی تر و اینتنس تر هستش و برای این رسیپی باید از روغن مقدس استفاده بکنید. و به چه شکل هستش؟ به این شکل که شما اول محلول DMSO و آب مقطر با ریشیو 80% رو آماده میکنید که تقریبا یک ریشیو خیلی قوی هستش و بعد روغن رو بهش اضافه میکنید. مثلا اگر شما بخواین برای 100 میلی لیتر که در واقع این محلول الان خودش 100 میلی هستش، شما اگه 100 میلی بخواین از این رسیپی درست بکنید، یعنی اینکه 80 میلی لیتر شما باید DMSO و 20 میلی لیتر آب مقطر رو با هم مخلوط بکنید. بعد از مخلوط کردن این دو، بین 2 تا 5 قطره از روغن مقدس اسنشیال اویل کندور که همون فرانکینسنس به انگلیسی بهش گفته میشه به این محلول اضافه بکنید و مخلوط بکنید و به همین راحتی محلول شما برای درد جوینت و ماهیچه و مفاصل آماده استفاده هستش. توصیه میشه که محلولتون رو حتما توی ظرف شیشه‌ای بریزید. به هیچ وجه DMSO رو به غیر از ظرف شیشه‌ای داخل هیچ چیز دیگه، مخصوصا پلاستیک، نگهداری نکنید. اگر ظرف شیشه‌ای دارین که دراپر داره، یعنی قطره چکون داره، خیلی بهتر و راحت هستش که میتونین استفاده کنین، ولی دقت کنید که اون قطره چکونش هم باید از جنس شیشه باشه و نه پلاستیک. من معمولا از شیشه هایی که نسبت به یووی نور خورشید محافظ داره و تیره هستش و دارای قطره چکونه شیشه هستش استفاده میکنم، ولی متاسفانه چون تموم شده بود مجبور شدم توی شیشه معمولی بریزم و این رو شما اگر توی شیشه معمولی ریختید حتما دور از نور و یک جای خشک و دور از نور و تاریک همیشه نگهداری بکنید و هر شب یا هر روز روی اون قسمتی که مد نظر هستش کاملا مالش بدید تا به خورد پوست بره. من معمولا این رو شبها قبل از خواب مالش میدادم و انقدر ماساژ میدادم که به خورد پوست میرفت. به این شکل از این استفاده بکنید برای 10 روز تا 2 هفته و میبینید که چقدر فرقش رو احساس میکنید. لینک خرید DMSO خالص، آب مقطر و همچنین روغن مقدس و خالص اسنشیال اویل کندور رو من تو قسمت توضیحات ویدیو میذارم که میتونید به کشور مورد نظرتون مراجعه بکنید و
تهیه بکنید اگر خواستید. و دوستان دقت بکنید که یه مطلب خیلی مهمی رو که من همیشه میگم قبل از استفاده از DMS و اگر شما تحت مراقبت پزشکی هستید و یا دارویی دارید مصرف میکنید، حتما قبل از اینکه از DMS رو بدنتون استفاده بکنید، حتی روی پوستتون بمالید، با دکترتون مشورت کنید و ازش سوال بکنید که اگر دکترتون تایید کرد که شما میتونید DMS رو در زمانی که تحت مراقبت هستید یا دارو مصرف میکنید مصرف بکنید، این کار بکنید. سرخود هیچ وقت این رو استفاده نکنید اگر داروی مصرف میکنید، چون DMS رو چیزی هستش که نه تنها روی اون قسمتی که مد نظرتون هستش خیلی اثر خواهد گذاشت، بلکه چه بخواهید و چه نخواهید روی کل بدنتون تاثیرگذاری خواهد کرد وقتی شما هر روز ازش استفاده میکنید. و حتما حتما با پزشکتون قبل از استفاده مشورت بکنید. امیدوارم که از این ویدیو بهره ببرید و با ویدیوهای بعدی با رسیپی‌های بیشتر از DMS حتما میبینمتون. مواظب خودتون باشید.